غبار زدایی از آینه ها. خطابه دکتر مصدق در دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه لاهه. بر شانه گذشته است که آینده را دورتر و روشن‌تر می‌توان دید. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و دردمند، این بحث خطابه تاریخی دکتر مصدق در دادگاه لاهه را برجسته می کند. کوشیدم متن کامل اون سخنرانی 70 دقیقه ای را واژه به واژه ثبت کنم. از شما و از کسانی که در طلب آزادی به آب و آتش زدند، دویدند در پی آواز حقیقت را پیشه کردند و در این مسیر به رنج و ابتلا افتادند و از میهن دلبند خیش دور شدند و غربت پیشه کردند، از آنان که در رژیم‌های شاه و شیخ به زندان افتادند و مرتجعین غالب و مغلوب به اعتمادشون ضربه زدند اما آزادی برایشون آرمان است نه تجارت، دعوت میکنم نطق تاریخی دکتر مصدق آن جان شیفته را با گوش جان بشنوند و در آن تأمل کنند. چرا پرداختن به این گونه موضوعات ضروری است؟ تاریخ معاصر ایران پیوندی ناگسستنی با رویدادهای نفتی در عرصه ملی دارد. به ویژه پس از ملی شدن نفت در ایران این پیوند بیشتر به چشم می‌خورد. تاریخ شناخت و تفسیر گذشته در پرتوی حال است. گذشته به وسیله حال تغییر می کند و حال به وسیله گذشته رهبری می شود. بر شانه گذشته است که آینده را دورتر و روشن‌تر می توان دید. اردیبهشت سال 1330 دکتر محمد مصدق به نخست وزیری ایران رسید و زمزمه ملی شدن نفت در همه کشور پیچید. این ضربه سختی بر پیکره چپاولگران نفتی به ویژه کمپانی نفت انگلیس و ایران انگلو ایرانیان اویل کمپانی بود. انگلستان که منافع خود را از دست رفته می دید به تقلا افتاد و به سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه لاهه، شکایت کرد. به دنبال طرح این شکایت دولت مصدق اعلام کرد که مسئله نفت در ایران یک موضوع داخلی و اختلاف نظر بین یک کشور و یک شرکت خارجی است و ایران تنها حاضر به مذاکره با نمایندگان کمپانی است و خود را ملزم به پاسخگویی به دولت بریتانیا نمی بیند. معاهده مزبور یک قرارداد بین المللی نیست. لغو آن هم به منزله نقض قوانین بین المللی به شمار نمی رود
و لذا شکایت انگلیس از ایران بیمورد است. انگلستان که پیشتر صاحب عمده نفت ایران بود این اوضاع را بر نمیتافت، به ویژه وقتی مهندس مهدی بازرگان، دکتر عبدالحسین علی‌آبادی و مهندس محمد بیات به عنوان اعضای هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدند و هنگام ورود به شهرهای استان خوزستان مردم به شدت از آنان استقبال کرده و به شور و نشاط افتادند. در پی کارشکنی های مدیران انگلیسی کمپانی نفت و تمکین نکردن اونها به اصول ملی شدن نفت و شکست مذاکرات اعضای هیئت نمایندگی ایران با بازیل جکسون رئیس هیئت نمایندگی اعزامی شرکت سابق، 29 خرداد 1330 خلع ید شرکت نفت انگلیس که حلقه تکمیلی ملی شدن نفت ایران بود در دستور کار قرار گرفت و کارمندان انگلیسی از شرکت نفت اخراج شدند. انگلیسی ها پس از رسیدن مصدق به سریر قدرت گفته بودند ما رابطه‌مون را فقط با اعلی حضرت برقرار می سازیم. در اجرای این منظور سفیر انگلیس در تهران با شاه دیدار کرد و از وی خواست که قانون خلع ید را توشیح نکند، اما چون مطابق اصل 49 متمم قانون اساسی شاه نمیتواند اجرای قوانین مصوب مجلس شورای ملی را تعویض یا توقیف کند، انجام این تقاضا مقدور نشد. سپس شرکت نفت جنوب و در واقع دولت انگلستان قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض یک طرفه قرارداد 1933 دانسته به دولت ایران شدیداً اعتراض کردند. دکتر مصدق در جواب پیام موریسون وزیر خارجه انگلیس اعلام داشت که ملت ایران می‌خواهد با استفاده از حق حاکمیت ملی اداره منابع نفت را خودش به عهده داشته باشد. قرارداد 1933 قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضا شاه پس از الغای قرارداد دارسی منعقد شد. ویلیام ناکس دارسی در سال 1901 با دولت ایران قراردادی برای اکتشاف و استخراج نفت در کشور امضا کرده بود. در پایان این بحث توضیح بیشتری در مورد قرارداد 1933 خواهم داد. بگذاریم. به دنبال قاطعیت و پایداری مصدق، دولت انگلستان شکایت تازه‌ای تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد و در آن اقدامات ایران در ملی شدن صنعت نفت را تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواند. مصدق ضمن رد ادعای انگلستان در مورد به خطر افتادن صلح منطقه‌ای به تشریح سوء استفاده های آن دولت و شرکت ملی نفت انگلیس از منابع طبیعی و ثروت های ملی ایران پرداخت. شورای امنیت ادله مصدق را که این منازعه بین دولت ایران و یک شرکت بازرگانی است و نه منازعه میان دو دولت که در صلاحیت شورای امنیت باشد، پذیرفت و حکم به نفع ایران داد. در نتیجه روابط سیاسی ایران و انگلستان قطع شد. اریک دریک مدیر شرکت سابق ایران را ترک کرد و هیئت مدیره مهندس مهدی بازرگان را به جای او به سمت نخستین مدیر عامل شرکت ملی نفت برگزید. به موازات اجرای خلع ید در خوزستان، دیگر تأسیسات و ادارات شرکت سابق در تهران، کرمانشاه و نفتشاه از متصدیان شرکت سابق تحویل گرفته شد. اریک دریک مدیر شرکت سابق ایران را ترک کرد و هیئت مدیره
مهندس بازرگان را به جای او به سمت نخستین مدیر عامل شرکت ملی نفت برگزید. به موازات اجرای خلعیت در خوزستان، دیگر تأسیسات و ادارات شرکت سابق در تهران، کرمانشاه و نفشاه از متصدیان شرکت سابق گرفته شد. دولت انگلستان اقدام به محاصره نظامی ایران از طریق انتقال کشتی‌های جنگی خودش به خلیج فارس و دریای عمان کرد. متقابلاً دولت مصدق دستور اخراج 4500 انگلیسی مستقر در آبادان را صادر کرد. اما این همه ماجرا نبود. عاقبت از ما بهتران همراه با مرتجعین تصمیم به برکناری دکتر مصدق گرفتن که یکی داستانیست پر آب چشم. تنها با کودتایی ننگین و سرنگونی دولت ملی بود که خان گسترده نفت ایران مجدداً بر روی چپاولگران نفتی و این بار در نقاب کنسرسیوم گسترده گردید. در مقاله و ویدئوی یادی از دکتر محمد مصدق، رند شریف هوشمند، که در سایت خودم همنشینبهار.net موجود است، به این موضوع بیشتر پرداختم. اکنون بپردازیم به دادگاه لاهه و نطق مصدق. در دیوان لاهه کسانی که نام میبرم با دکتر مصدق همراهی میکردند: هانری رولان که وکیل ایران بود، مارسل سولزنی عضو هیئت وکلای بروکسل، همچنین اللهیار صالح، دکتر علی شایگان، دکتر مظفر بقایی، دکتر کاظم حسیبی و دکتر محمد حسین علی آبادی. رئیس دیوان لاهه در اون هنگام سر آرنولد دانکان مکنیر، استاد برجسته حقوق بین الملل از دانشگاه کمبریج و بریتانیایی بود. به موجب بند 2 از ماده 31 اساسنامه دیوان لاهه، هرگاه یکی از قضات دیوان تبعه یکی از طرفین دعوا باشد، در مقابل طرف دیگر میتواند کسی را به انتخاب خود به عنوان قاضی اجتماعی در دادگاه شرکت دهد و به همین مناسبت هیئت ایرانی آقای دکتر کریم سنجابی را به عنوان قاضی اختصاصی خود در دادگاه معرفی کرد. کفیل ریاست دیوان لاهه گررو نام داشت و او جلسه را مدیریت می‌کرد. شرح کامل صورت جلسه دادگاه لاهه از جمله سخنان هانری رولان گررو، حسین نواب وزیر مختار ایران در لاهه و سر اریک بکت در این مختصر نمی گنجد. اکنون توجه شما را به متن کامل خطابه دکتر مصدق در دادگاه لاهه جلب می کنم. این خطابه مربوط است به جلسه عمومی بعد از ظهر 9 ژوئن 1952 میلادی، 19 خرداد 1331. Thank you.
آقای رئیس، آقایان قضات، بشریت مدتی است به فکر افتاده که به جای توسل به زور و فشار اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله دادگاه‌های دادگستری بین المللی حل و تسویه نماید. منشأ این فکر عالی و مقدس تجربیات تلخ و خونی نیست که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‌های تند و وحشت انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت حکم می‌کند که اختلافات خود را منحصراً به وسایل مسالمت‌آمیز تسویه نماید. یقین داشته باشید آرزوی نیل به این آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و بعد از آن سازمان ملل متحد ملحق گردید ریشه گرفته است. قضات محترم این دیوان بین المللی تصدیق می فرمایند وقتی ملتی می تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه های بین المللی کند که نه تنها به بی‌طرفی و استقلال تام کسانی که عهده‌دار این مقام عالی هستند ایمان کامل داشته باشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به اصابت رأی آنها نیز معتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که هنوز چنین اعتماد وسیع و اعتقاد محکمی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد، نباید اون را به منزله اهانتی نسبت به مؤسسات سازمان ملل متحد تلقی نمود، چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل‌ها و هر قرارداد دیگری که راجع به مؤسسات بین المللی بسته شده. دول سعی کردند حدود اختیارات این مقامات جدید را تعیین و اونچه را که در نظرشون از مختصات اصلی حق حاکمیت اونها و اساس استقلالشان است از حدود صلاحیت واسطه حکومت اون مقامات خارج سازند. در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده آمریکا و فرانسه احتیاط را به پایه‌ای برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خود کرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را در حدود منشور ملل متفق و اعلامیه خود محدود نموده اجازه ندهد به هیچ عنوان به اون حدود تخطی شود؟ نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ما ایرانیان تشویش جلوگیری از هر گونه عملی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد شدیدتر از سایر ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق سالیان دراز مزه تلخ مؤسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفاً به منظور تأمین بیگانگان به وجود آمده بوده چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست‌های استعماری بوده و ضمناً پی برده ایم که متاسفانه علی‌رغم اون همه امید و آرزو جامعه ملل و سازمان ملل متحد نتوانستن به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در 50 سال اخیر مظهر برجسته اون بود خاتمه دهند. ملت ایران که از این وضع به سطوح آمده بود در یک جنبش مردانه با ملی ساختن صنایع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات یک باره به سلطه بیگانگان خاتمه داد. در اون موقع دولت انگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آبهای ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کار محاصره اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که در انگلستان داشتیم عملی سازد. در داخل ایران به کمک عمال و ایاری خود دسایسی علیه دولت و نهضت ملی برپا نمود
و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی را تشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی موجبات بدنامی ما را فراهم سازد. در پایان چون از این فعالیت‌های شوم نتیجه‌ای به دست نیاورد، قیافه مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه‌های ملل متحد از قبیل دیوان بین‌المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان از رویه سابق و توسل به مؤسسات بین‌المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی با سوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تأثیر این تغییر رویه در اذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است که با حیله توسل به وسایل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همین رقیب سیاسی و اقتصادی را که به اون خاتمه داده بودیم بر ما تحمیل کند. و حال اون که ملت ایران به احیای وضع سابق دیگر هرگز تن نمی دهد، با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای اینکه اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه ای را که برای ملت ما حیاتی است در معرض خطر رأی نامساعدی، ولو اینکه اون غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم. با توجه به اون چه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرز فکر ما خورده نگیرند و اگر ممکن باشد اون را تصدیق کنند و در هر حال لااقل طرز فکر ما را درک کنند. به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه کبر سن و مصائبی است که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شدم و با وجود اینکه بار سنگین مسئولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمدم تا از طرفی با حضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران را به دستگاه‌های بین‌المللی ثابت کنم و از طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیت دیوان داریم، اخلاقاً و سیاستاً در وضعی واقع شده ایم که دیگر نمی توانیم موضوع ملی شدن نفت را مورد بحث قرار دهیم. تاریخچه روابط ایران و انگلیس طولانی تر از آن است که بخواهم در اینجا به تفصیل اون را بیان کنم. همینقدر باید بگویم که در قرن 19 هم ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دو حریف با هم کنار آمدند و در 1907 کشور ما را به دو منطقه نفوذ تقسیم نمودند. سپس هنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلاب داخلی شد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده و در خاورمیانه بلا منازع و بی‌رقیب بود، از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان امور کشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می سپرد، ایران را منحصرا در تحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون اون قرارداد هم با مقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای اینکه نیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که 20 سال از آن حمایت نمود بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود که بالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب اونچه که میبایست موجب ثروت ملی ما بشود، منشه بلیات گوناگون و مصایب طاقت فرسای ما گردید. این سلطه به وسیله کمپانی صاحب امتیاز عملی میگردید، یعنی علاوه بر اینکه نفت ما را به سوی انگلستان میکشاند،
به ضرر ایران فواید کثیر مالی هم عاید انگلستان می ساخت. میزان این استفاده ها رو نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت. چه ایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه شرکت منظور شده بود بررسی کند و نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس یا حتی به رایگان به بحریه انگلیس فروخته می شد اطلاع حاصل نماید و همچنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقل دریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصاد انگلیس رسیده بود نمیتوانست تشخیص دهد، چنانچه ارقام ترازنامه شرکت را حجت بدانیم باز ملاحظه میکنیم که مثلا در طی سال 1948 از 61 میلیون لیره عواید خالص شرکت دولت ایران از جمعی جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنها از بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه انگلستان شده است. علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه در مقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی را در مساکنی که بیشتر به عاقل حیوانات شبیه بود جا می دادند و ایرانیان را همواره از ترس اون که مبادا روزی برای اداری اون دستگاه آماده شود از کلیه کارهای فنی برکنار نگاه می داشتند. از طرف دیگر شرکت به بهانه حفظ امنیت پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک اینتلیجنس سرویس نه تنها در خوزستان که حوزه استخراج نفت است، بلکه در کلیه نقاط کشور و در بین تمام طبقات رسوخ کند. ضمناً عملیات خود را در تمام شؤون اجتماعی توسعه می‌داد. مطبوعات و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و عمال انگلیسی را ام از بازرگانان و نمایندگان سیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می نمود. به این ترتیب بدون اینکه از جانب مجلسی که نمایندگان اون بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکت انتخاب شده و دولتی که افراد اون را نیز خودشون تعیین کرده بودند مقاومتی ببیند، شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود مقدرات مملکت را در دست داشت و مدت 30 سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم به سکوت بودند گرفتار رقیب و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته آزادی است نداشت. در 1951 با ملی ساختن صنایع نفت یک باره به این وضع عصبانی خاتمه داده شد. توضیح اون که چند سال قبل از اون مجلس شورای ملی با تصویب قانون خاصی دولت را مکلف ساخته بود از طریق مذاکره استیفای حقوق ملت را از شرکت بکند. در 1949 برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایران را از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد، ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر شده بود و هم کافی نبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جز ملی ساختن صنعت نفت چاره دیگری نمانده بود. امروز میخواهن اون عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند. به چه حق؟ اصل ملی کردن از حقوق مسلمه هر ملتی است که تا کنون بسیاری از دول شرق و غرب از اون استفاده نمودند. اصرار و ادعای انگلستان به اینکه ما را اسیر قرارداد خصوصی کند، اون هم قراردادی که در بی‌اعتباری اون شک و تردید نیست، جای بسی تعجب است. چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس هم ملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی
که به فرمول هریمن معروف شده و متن اون به استحضار دیوان رسیده است شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و به وکالت از طرف شرکت اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری باید در دست دولت ایران باشد شناخته شد. این شناسایی را سر گلادوین جب نماینده انگلیس هم در جلسه 15 اکتبر 1951 شورای امنیت صریحاً تایید نمود. بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستان ممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیشمینی شده تفره زند و عدول نماید. در چنین موردی فقط موضوع پرداخت غرامات است که میتواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید در این باب هم از طرف ما هیچ اشکال و ابهامی باقی نمانده است. قانون ملی شده دولت را به طور صریح موظف ساخته که به دعاوی حقه شرکت سابق برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همون قانون تا 25% از عواید در صورتی که شرکت اون را تقاضا کند باید در یک بانک مرزی و طرفین به ودیعه گذارده شود. بر طبق قانون راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدود نیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران بروی شرکت سابق باز خواهد بود. بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می‌دهند مورد ندارد. با این مقدمات آیا کدام شخص منصفی است که پیشنهادهای ما را به حرف واهی تعبیر کند؟ در 19 سپتامبر 1951 دولت ایران راجع به تعیین غرامات پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن اون را زیلا نقل می‌کنم. 1. دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سگانی زیل دعاوی و مطالبات حقی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویق نماید. الف، از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت به قیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت. ب، بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملی کردن صنایع در هر یک از کشورها به وقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را به نفع خود بداند. جیم، به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفین واقع شود. ضمناً برای اینکه وسیله پرداخت غرامات هم تأمین شده باشد در همان پیشنهاد قید شده که 2. دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملت انگلیس سابقا خریداری می کردن در آینده نیز به قیمت عادله بین المللی در هر سال تحویل بندر ایران فوب به دولت مذکور بر طبق قرارداد طویل المدت به فروش برساند. دولت انگلیس می تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری خود غرامات موضوع بند 1 این نامه را استهلاک نماید. اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از این جهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات بود و به بهانه اینکه تا بهره برداری به طرز مفیدی اداره نشود، دولت ایران نخواهد توانست غرامات را بپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجدداً در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهره برداری نفت را خواهد جهت صنعتی و خواهد جنبه تجارتی عهده‌دار شود متعهد سازد. برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بین‌المللی آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل کنند و حالون که یادگارهای تلخ و اجعافات امتیاز 1933 هنوز از خاطره ها محو نشده و اگر بنا بود اداره صنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم،
اساساً چه حاجتی به ملی کردن صنعت نفت داشتیم؟ رویه دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود که توضیح دادم و انصافاً باید تصدیق کرد که رویه ما معتدل و منصفانه بوده. برای من درک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدن صنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفتگو قرار گرفته و حالون که در بسیاری از کشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی ساختن چنین اشکالی پیش نیامده است. ما این طور منصفانه عمل کرده ایم. معذالک با کمال تأسف ملاحظه می کنیم که تراس های بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه خسارات عظیمی به کشور ما وارد می آورند. آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شما محول شده بود حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران و انگلیس دادیم عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خود توضیح دادم این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمی توانیم اون را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو اون که اون خطر هم صرف تصور باشد. تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که درخواست ما از شما این است که به اتکای مقررات منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداری فرمایید. آقای رئیس، موقعی که از تهران حرکت کردم امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده به طور کامل به عرض آقایان برسانم و میخواستم مدارک بیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آنها را سابقا به استحضار شورای امنیت رسانده بودم به شما ارائه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم ناچارم که از خواسته شما تبعیت کنم و از ارائه اسنادی که در دست دارم خودداری نمایم. عرایض خود را به همین جا خاتمه می دهم و اگر نتوانستم حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد. در پایان توضیحی بدهم راجع به قرارداد 1919 و قرارداد 1933 که دکتر مصدق در نطق تاریخی خودش در دادگاه لاهه به اون اشاره کرد. قرارداد 1919، پس از چندین ماه مذاکره پنهانی میان دولت بریتانیا با وثوق الدوله که چند دوره نخست وزیر ایران بود و با پرداخت رشوه کلان قرارداد 1919 بسته شد که مبنای آن
تمامی امورات کشوری و لشکری ایران میبایست زیر نظر مستشاران انگلیسی باشد و با مجوز آنان صورت بگیرد. قرارداد مزبور ضامن همه منافع انگلیسی ها در کشور ما بود و آنان بر ارتش و دارایی ایران مسلط می شدند. این زد و بند با اعتراض مردم روبرو گشت و خیلی از معترضین دستگیر یا تبعید شدند. مخالفت شدید و سرتاسری مردم ایران با قرارداد فوق از یک سو و پیاده شدن واحدهای دریایی ارتش سرخ در انزلی و تسخیر شمال ایران توسط روسها، ادامه زمامداری وثوق الدوله عامل قرارداد 1919 رو ناممکن کرد، به ویژه که دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی از بابت این قرارداد به بریتانیا نمود و سفیر آمریکا در تهران نیز اعلامیه‌ای بر ضد قرارداد 1919 منتشر ساخت. و اما قرارداد 1933، قراردادی بود بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و قوانین بختیاری منعقد شد. شخص رضاشاه این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به فرموده به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عمل کرد به دولت ایران، تکرار میکنم، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عمل کرد به دولت ایران ادامه میداد. مدت قرارداد 60 سال تعیین شد. قانون ملی شدن نفت که در سال 1329 تصویب گشت این قرارداد را باطل کرد، ولی یک سال پس از کودتای 28 مرداد در سال 1332 قرارداد کنسرسیوم جانشین شد. در خطابه تاریخی دکتر مصدق یک جا واژه تسویق آمده بود، ت سین واو یی قاف. در بعضی نمونه ها اون را تسویه نوشته بودند که تسویق صحیح است. دکتر مصدق گفته بود دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سگانه دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران تسویق نماید. یکی از معانی تسویق مالک گردانیدن کسی است بر کار خود. دوستان ارجمند، خواهران و برادران دانشور و فرهنگ ورز، یک بار دیگر یادآوری می کنم تاریخ معاصر ایران پیوندی ناگسستنی با رویدادهای نفتی در عرصه ملی دارد، به ویژه پس از ملی شدن نفت در ایران این پیوند بیشتر به چشم می خورد. تاریخ شناخ و تفسیر گذشته در پرتوی حال است. گذشته به وسیله حال تغییر می کند و حال به وسیله گذشته رهبری می شود. بر شانه گذشته است که آینده را دورتر و روشنتر می توان دید. از اینکه وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید تشکر می کنم و از نارسایی های صحبت خودم پوزش می خواهم.